دومین نشست سازمان جهانی آزادی روز چهارشنبه 17 آبان در حالی به پایان رسید که مسیح علی نژاد به عنوان رئیس اصلی سازمان انتخاب شد. اعضای شورای بخش‌های مختلف کنگره با برگزاری یک انتخابات درون سازمانی مسیح علی نژاد را به عنوان رئیس کنگره، لئوپولد لوپز را به عنوان دبیر کل سازمان و گری کاسپاروف استاد تمام شطرنج اهل روسیه رو به عنوان معاون رئیس انتخاب کردند. با او در خصوص برنامه‌های سازمان صحبتی داشتم که گوشه‌هایی از اون رو با هم می‌بینیم. سال اول را میتوان گفت بیشتر صرف انجام همه هماهنگی‌ها شد، چون ما یک برنامه بسیار جاه‌طلبانه داشتیم، متحد کردن مخالفان مبارزان آزادی در سراسر جهان، و این زمان زیادی را گرفت. حتی امروز با همه امکانات ارتباطی مدرن هنوز مجبور هستیم افراد را گرد هم بیاوریم تا روی اسناد کار کنند و یا در خصوص مسئله‌ای به توافق برسند، و این در واقع در کنگره انجام شده است. ما انتخابات مناسبی برای شورای رهبری داریم و من فکر می‌کنم این مهم است که نمایندگانی از 56 کشور اینجا هستند تا که شاهد رویای مشترک داشتن یک جبهه از مخالفان دیکتاتورها و مدافعان حقوق بشر باشند. در انتهای روز و پس از پایان این انتخابات جلسه اختتامیه‌ای برگزار خواهد شد که در آن برنامه‌های سالانه سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت وظایف هر بخش مشخص خواهد شد. از طرف دیگر امروز پنل‌های مختلفی همچون پنل حقوق بشر و پنل محیط زیست نیز شکل گرفت. اعضای این پنل‌ها مشخص شدند تا فعالیت خودشون رو در مجامع بین‌المللی آغاز کنند. از امروز سازمان جهانی آزادی با رنگ و لعابی جدی‌تر و با اجرای قوانین بین‌المللی تلاش خواهد کرد تا ضمن متحد کردن اپوزیسیون پیوند دیکتاتورها رو با یکدیگر از بین ببرد. وحید کرمی، گزارشگر آزاد، لیتوانی.